سلام و درود به همراهان عزیز، محبوبه تورتیز هستم از سری برنامه های پرشین ایوارز. اینجا هستیم با میزگردی در مورد خاک و زندگی با آقای رسول شهرداد بجستانی، آقای امین فانی و آقای سید هاشم خادم. آقای رسول شهرداد بجستانی ساکن ونکوور، دارای مهندسی عمران و محیط زیست هستند، متولد تهران و ساکن ونکوور هستند. با ایشون شروع میکنیم. آقای رسول بفرمایید. سلام خدمت دوستان، بینندگان عزیز، عرض کنم خدمتتون که ما امروز در واقع اینجا میخوام در مورد موضوع خیلی مهم نجات خاک صحبت بکنیم و ارتباط خاک و زندگی. شاید شما این مسائل مربوط به محیط زیست رو شنیده باشید و در مورد گرمایش زمین، مسائل مختلفی که در مورد محیط زیست زده میشه و با خودتون بگید خب دیگه خاک یعنی چی؟ این وسط ما لایه اوزون شنیده بودیم، کمبود آب، گرمایش زمین شنیده بودیم، حالا خاک این وسط چیه؟ ببینید، من حدوداً 5 ماه پیش کنفرانس نجات خاک بودم توی شهر بمبئی هندوستان و در واقع اعتبار این داستان که من باهاش آشنا شدم برمیگرده به آقای سادگورو که ایشون یک در واقع ویژنری هستن که این یک سفر 100 روزه رو شروع کردن از لندن تا هندوستان و در واقع برای بالا بردن آگاهی مردم از موضوع خاک هستش. این ریشه های خیلی معنوی داره این داستان، ولی اون چیزی که من میتونم توضیح بدم این هستش که خاک منشأ حیات هست و منشأ زندگی در کل جهانی که ما الان میشناسیم و این خاکی که ما خیلی بیتفاوت از کنارش رد میشیم و خیلی بد باش برخورد میکنیم و نابودش میکنیم، اولا یک موجود زنده هستش. این موجود زنده که تشکیل شده از هزاران میکروارگانیسم و باکتری ها و موجودات خیلی متنوعی که ما خیلی هنوز شناخت کاملی ازش نداریم، بستری هست برای اکثر موجودات زندهی که روی کره زمین زندگی میکنن. در چند سال اخیر با رشد در واقع کشاورزی صنعتی، خاک به صورت یک موجود زنده دیگه دیده نشد و به صورت یک کامودیتی و به صورت یک ریسورس دیده شد و این باعث شد که ما نحوه برخوردمون با خاک جوری باشه که با استفاده از کشاورزی صنعتی میزان فرتیلیتی و در واقع اون زنده بودن خاک رو ما در سطح کره زمین از بین بردیم، چیزی که در واقع 70% زمین های کره زمین زیر دست کشاورزی صنعتی حدوداً رفته و چیزی که در واقع حیات روی کره زمین نگهداری میکنه در تمام جنبه های مختلفش پوشش گیاهی هستش که ما از بین بردیم و تبدیل کردیم به زمین کشاورزی و تا جایی که من میدونم میزان فتوسنتزی که روی کره زمین انجام میشه حدوداً از 1000 سال پیش حدوداً 80-85% کم شده به خاطر اینکه ما تمام پوشش گیاهی رو قطع میکنیم، به جاش یک کشاورزی میکنیم که معمولا چند ماه از سال بیشتر فتوسنتز انجام نمیشه و این ریشه و علت تمام مشکلات محیط زیستی دیگه هستش، از جمله کمبود آب، چون مقدار بیشتری از آب شرب کره زمین در واقع داخل خاک که به صورت اسفنج هستش ذخیره میشه، باعث گرمایش زمین میشه به خاطر اینکه خاکی که پوشش گیاهی نداشته باشه بسیار گرمتره، شما میتونید خودتون تجربه بکنید و در واقع چیزی که کربن هستش که باعث چیزی که کربن رو از محیط اتمسفر میگیره و جذب میکنه و کربن هوا رو اتمسفر رو کاهش میده در واقع پوشش گیاهی هستش
که این هم در واقع ریشه در کاهش پوشش گیاهی کره زمین داره. ما انسان‌ها به خاطر این دوندگی که می‌خوایم به سمت پیشرفت بریم، یادمون رفته که داریم منشأ حیات خودمون رو نابود می‌کنیم. این اتفاق برای تمدن‌ها در طول تاریخ افتاده که به خاطر قطع کردن درختان، به خاطر کشاورزی‌های ناپایدار، تمدن‌ها به کلی از بین رفتن. ما اینجا الان نمیخوایم که بدبینانه نگاه بکنیم یا باعث نگرانی بشیم، ولی یک هشدار بزرگ هستش که کره زمین به صورت یک جزیره در کل جهانی که ما شناخت داریم وجود داره. این خاکی که رو کره زمین هست به صورت 30 سال 40 سال بیشتر نیست، و در صورتی که این خاک از مواد عالی و ارگانیک خالی بشه با استفاده از روش‌های نادرست کشاورزی صنعتی، این خاک تبدیل میشه به ماسه و شن و میشه یک موجود مرده و بدون زندگی. وقتی میکروارگانیسم‌ها از بین برن، ما دیگه محصولات کشاورزی نخواهیم داشت، ما دیگه غنایی که توی محصولات کشاورزی باید باشه نخواهیم داشت، تبدیل میشه به کمبودهای غذایی که خیلی خطر بزرگیه در 20 سال آینده، و این تبدیل میشه به گرسنگی، تبدیل میشه به قحطی، و در نهایت از بین رفتن تمدن انسان که در طول چند هزار سال ساخته شده. ما در واقع میخوایم زنگ هشداری بدیم. از بعد معنوی هم این داستان خیلی مهمه. در واقع ما بدنهای ما از خاک تولید شده و در نهایت به خاک برمیگرده، و خاک چیزیه که ماها رو به هم وصل میکنه. پس من چه از بعد زندگی رو کره زمین و از بعد معنوی سعی کردم یه فتح موضوعی باشه. دوستان عزیزم که تخصص دارن تو این زمینه حالا ادامه بحث رو خواهند داشت بعد از معرفی شما، و هر جا که لازم شد من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. شما آقای خادم متولد شیراز هستند و دارای فوق لیسانس خاکشناسی و شیمی خاک هستند. شما هم لطفاً بفرمایید. سلام علیکم. خدمت شما عرض کنم در مورد خاک، همونجور که میدونیم بستر حیات در واقع خاک است، یعنی حیات و تمدن ها بر اساس روی خاک بنا شدن، و وقت هر جایی که خاک حاصل خیزی بوده تمدن ایجاد شده. و ما یه در واقع گزینه داشتیم به اسم پایداری، کشاورزی پایدار هست که سالهای قبل راه اندازی شد این واژه، که بخواد در واقع ما این خاک رو حفظ بکنیم، حاصل خیزیشو، و بتونیم تا اونجایی که میتونیم حتی اضافه کنیم حاصل خیزیشو. الان ما چند تا مسئله دیگه به وجود اومده تو سالهای اخیر، متوجه شدن که فقط حفظ حاصل خیزی خاک کافی نیست. ما باید این خاک رو علاوه بر این که، چون همیشه خاک رو به عنوان این که ما بتونیم مواد غذایی ازش جذب بکنیم به دست بیاریم نگاه می شده، در صورت که الان به این نتیجه رسیدن که مواد غذایی میشه از طرق دیگه هم به دست بیاریم، مثلا کشتای آبی یا دیگه. ولی بحثی که الان به وجود اومده بحث همین کلایمت چینج هست، یعنی تغییرات اقلیمی، که این متوجه شدن که یک قسمت عمده از این تغییرات اقلیمی برمیگرده به بحث تغییرات خاک. این خاک حالا ما چه تغییراتش به چه صورت هست؟ ما تغییرات توی خاک داریم الان انجام شده تو سالهای اخیر، چند تا جنبه داره. یکی بحث کاهش حاصل خیزی خاک است، یکی بحث کاهش ماده عالی خاک است. حالا اینا رو من
اشکالاتش رو الان توضیح میدم. یکی بحث اونی هست که در واقع اون آب خاک هست. حالا اینا رو من به صورت خلاصه توضیح میدم. بحث آب خاک به این صورت هست که ما چون آب شیرین خب محدودیت داریم توی زمین و اومدیم آبای شیرین رو از زیر خاک بردیم بیرون و استفاده کردیم، خب خیلی جاها الان کم کم خشک شدن به خاطری که دیگه آبی نیست که بخوای استفاده بکنی، استخراج بکنی. بعد حالا وقتی که این اتفاق میفته، خب الان مثلا در ایران نزدیک در 45 دشت الان دشت بحرانی گفتن هست از نظر آب، که میزان ورودی آبشون از میزان خروجیشون کمتر هست و بعض و این باعث شده که خیلی از مناطق زمین ها فرونشست کنن. فرونشست که میکنن خب یه ایرادی که پیش میاد، حالا یا مثلا حالت جاده یا خونه ها خراب میشه، اینا یه مسئله است. مسئله مهمتر از این هست که اون در واقع اکویفری که هست، آبخانی که زیر این خاک هست که محل تجمع آبهای هست که وارد خاک میشه، اینا از بین میره و این نعمت بزرگی است که وقتی از بین رفت دیگه قابل برگشت نیست. الان توی مثلا دشت کرمان چند متر بعضی جاها فرونشست داشته، بعد اینها دیگه اگر حتی یه روزی بارندگی 1000 میلیمتری هم که باشه دیگه اونجا نمیتونه آب ذخیره بشه، چون که این خلال فرج خاک پر شده، به صورت متراکم در اومده و دیگه قابل برگشت نیست. حالا وقتی که رطوبت کم بشه چه اتفاق میفته؟ میکروارگانیسم هایی که توی خاک هست در واقع کم میشه و از بین میرن. وقتی که میکروارگانیسم ها از بین برن، باعث میشه که در واقع قسمت زنده خاک از بین بره. چون ما در خاک تقریبا 99% خاک قسمت فیزیکیش هست دیگه، قسمت جامدش هست، 0.1% ماده در واقع زنده خاک است که اون 0.1% تأثیرش از کل اون چیز بیشتر هست و خیلی از جذب عناصر غذایی، خیلی از واکنش های شیمیایی بیوشیمیایی که توی خاک انجام میشه به وسیله همین مقدار خیلی کم موجودات زنده هست که از نظر حجم مقدار کمیه ولی تأثیرش خیلی زیاد. مسئله بعدی که به وجود میاد بحث همون کلایمت چنج که هست که فرمودین، بحث تولید گاز CO2 هست که الان به خاطر اینکه وقتی که ما خاک خشک میشه ماده عالی خاک تجزیه میشه و اکسیده میشه و به صورت CO2 وارد هوا میشه و خود به خود همینجور داره CO2 که زیاد میشه از این ور تأثیرات گلخانه‌ای ایجاد میشه که باعث گرم شدن زمین میشه و اون مشکلات دیگه. و حالا دیگه بحث تخصصی ترش بخوایم توضیح بدیم، اگر میخواین شما ادامه بدین، بعد اگر چیز بود من دوباره در خدمت هستم. ممنون و متشکر که توضیح دادید. ادامه برنامه رو با آقای امین فانی هستیم. آقای امین فانی از مشهد دارای دکترای علوم خاک و استاد دانشگاه. بفرمایید. صداتون میوته.
بله، سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز، دوستان عزیز که در خدمتشون هستم. خیلی تشکر می کنم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادن تا بتونیم درباره اهمیت خاک و بحث نجات خاک که این روزها بحث خیلی حائز اهمیتی هست صحبتی انجام بشه. رسول جان و جناب مهندس خادم موارد خیلی مثبتی و مهمی رو فرمودن. البته من فکر میکنم یک 10 دقیقه 5 دقیقه اینترنت هم یاری نکرد و دیسی شدم و الان هم به سختی مجدد کانکشن شدم. امیدوارم که این اتصال مجدد برقرار بمونه. شعری هست از شاعر بزرگ مولانا که میفرماید که نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو. اگر ما بپذیریم که خاک بستر بسیاری از تحولات و آفرینش و حیات بوده، پس باید این رو هم قبول کنیم که اگر خاک نمی بود هیچ زندگی و هیچ آفرینشی در دنیا اتفاق نمی افتاد. اما این خاک در طی سالیان گذشته و بعد از صنعتی شدن دنیا و با توجه به پیشرفت مدرنیته مورد بیمهری زیادی قرار گرفته. ضرب المثلی هست که ما ایرانی ها به اون معتقدیم و میگیم که مثل خاک بی ارزش یا مثل خاک پایین فرو. اما این نکته رو یادآور نمیشیم که اگر هر چی که هست در دنیا در روی این بستر خاک شکل گرفته، اگر زندگی هست، اگر آفرینشی هست و اگر حیاتی وجود داشته، بر روی این خاک، بر روی این کره زمین، بر این بستر حیات شکل گرفته. این ضرب المثل نشون میده که ما نتونستیم تا حد خوب و مناسب این بحث اهمیت خاک رو در حیات و زندگیمون جا بندازیم و این شد که بحث آمارهایی بود که از روند فرسایش خاک و از بین رفتن خاک و اون چیزی که حالا در ادبیات سادگرو به نام بحث انقراض خاک مطرح میشه در طی سالیان گذشته مطرح شد. محققان زیاد و دانشمندان زیادی روی این بحث کردن، هزاران هزار مقاله تولید شد، در محیط‌های آکادمیک همایش‌هایی برگزار شد، کنفرانس‌هایی که مختص این بست خاک و نجات خاک. هر سال ما در ایران هم همایش علوم خاک هر سال داریم که آخرینشون رو من بنده شرکت کردم در تبریز بود، فکر می‌کنم 8-9 سال پیش. مباحث مختلفی در رابطه با بیولوژی خاک، در رابطه با ردبندی فرسایش خاک مطرح شد، مقاله هایی که اونجا داده شد. اما یک اتفاقی همونطور که رسول جان فرمودن ظرف چند ماه گذشته ایجاد شد. یکی از عرفای معاصر که اتفاقا در هند ساکن هست و چند سالی هست که روی مباحث محیط زیست فعالیت داره به نام سادگرو، جنبشی رو راه انداخت، جنبش جهانی، که با شعار جنبش نجات خاک سفر 100 روزه‌ای رو به چندین کشور دنیا انجام داد و با افراد مختلفی، نه تنها سیاستمداران بلکه با مردم عادی و مردم محلی ارتباط گرفت و تا اونجا که به اجلاسی رسید، در اون اجلاس دفترچه‌ای رو تنظیم کرد، مباحث مربوط به خاک رو و نجات خاک رو در اون دفترچه بست و تقدیم سفرا و نمایندگان بسیار از کشورها در اون جلسه شد. نجات خاک رو در اونجا گوشزد کرد. خیلی برای بنده جالب بود، البته بنده هم تقریبا کمتر از یک سال هستش که با این جنبش آشنا شدم و با خود سادگرو آشنا شدم و سفرهاش که فکر میکنم از بهمن ماه اسفند فکر میکنم این سفر شروع شد یا فروردین، حالا اگه اشتباه نکنم. اون چیزی که ما قدیم از عرفای هند دیده بودیم و انتظار داشتیم و توقع داشتیم این هستش که عارف مسلک گوشه عزلتی میگیره و به قول معروف مباحث عرفانیش بیشتر میرسه، مسائل دنیوی رو کنار میذاره و این فکر میکنم جزء اولین عرفایی هستش که پیروان زیادی داره و اومد شیفت کرد سمت یک مقدار جنبش عملگرایی اجتماعی تر شد و
اون چیزی که بنده خبر دارم و مطالعه کردم، ظرف چند سال گذشته بسیاری از مباحث محیط زیستی رو کاشت درختان و مباحث مربوط به نجات خاک رو و نجات جنگل ها رو در هندوستان دنبال کرده و جنبش های اجتماعی بسیار قوی رو پایه‌ریزی کرده. این اتفاق افتاد و البته شعارشون هم این هست که خب خیلی مباحث علمی مطرح شده، خیلی مقالات داده شده، هزاران هزار مقاله، هزاران هزار همایش، کنفرانس. الان بحث این است که یک جنبشی را بیفته، جنبش اجتماعی، که ایشون اومد از اون فرصت پیروان خودش که چند هزار نفر هستن در دنیا استفاده کرد به عنوان نیروهای کمکی که در این جنبش در سراسر دنیا تونستن این مباحث رو یک ارتباطی برقرار کنن بین سیاست مداران و جامعه و مردم محلی، که بالاخره این سفر با اختتام پیدا کرد با برگشت به هندوستان. اما من همونطور که حالا به حال فعال بودم و در گروه هاشون عضو هستم، کماکان اون آتشی که روشن شده هنوز خاموش نشده. جلسه بود هفته گذشته که خیلی از ارتفادی ها و دوستداران محیط زیستی که طرفدار آقای سادگرو هستن و عضو جنبش نجات خاک هستن دور هم جمع شدن و در روز نجات خاک قرار هست که گرد همایی رو در مقابل پارلمان های هر کشور برنامه ریزی کنن و پیگیری کنن، که اونجا هم بتوانند مبحث مربوط به نجات خاک رو با سیاست مدارا در ارتباط بگیرن و در میون بذارن. اون تصوری که ما از یک جنبش های محیط زیستی در طی چند سال گذشته این بوده که جنبش هایی بودن که بیشتر ضدیت داشتن با سیاست مدارها و سیاست گذاری هایی که در کشورهای خارجی انجام میشه، چه در ایران چه در کشورهای خارجی. منتها این جنبش برای من خیلی جالب بود که اومده یک پیوند عمیقی رو ایجاد کرده با سیاست مدارها، کما اینکه با بسیاری از دولت مردانشون تفاهم نامه‌هایی رو امضا کرد و بسیاری از دولت مدارهایش با ایشون دست دوستی دادن، به جنبش سیف سویل، جنبش نژاد خاک پیوستن. و از این بابت خیلی برای بنده خیلی جالب بود این اتفاق که به حال فکر میکنم برای اولین بار باشه. و یکی از بزرگترین جنبش های جهانی رو ایشون من فکر میکنم که در جهان شکل داد و هنوز هم ادامه دار هستش. در مورد اهمیت خاک، در مورد بحث نجات خاک، خب من موضوع تزم بحث بیولوژی خاک هستش، موجودات ریزی که در داخل خاک هستن. تصور عمومی این هستش که خاک یک موجود غیر زنده هستش و خب این تصور رو میدونیم همه که یک تصوری هستش که خیلی به واقعیت نزدیک نیست. شاید چند میلیون و میلیاردها ماکروارگانیسم در داخل خاک هستن، فعال هستن. گیاهانی که رشد میکنن در نتیجه فعالیت همین میکروارگانیسم ها در داخل خاک هست که محصولات مختلفی تولید میکنن و باعث ادامه حیات و زندگی بشر بر روی کره زمین میشن. من در خدمتتون هستم، حالا ببخشید مقداری هم طولانی شدش. ممنون از توضیحات شما. ادامه میدیم بحث رو با آقای شهرات. آقای شهرات، مبحث میتونید بیشتر باز کنید و در موردش بیشتر توضیح بدید؟ بله بله حتما. ببینید، خیلی ممنون دوستان، خیلی خوب از جنبه های مختلف توضیح دادن. من اینجا میخوام خیلی به عنوان یک بینندهی که یک فرد معمولی هستش صحبت بکنم با یک فرد معمولی، چون در واقع کاری که ما الان داریم انجام میدیم توی این میزه گرد و توی این فاز از کارمون در واقع فقط گسترش آگاهی هستش به تک تک انسان. من همیشه یه سوال میپرسم، میگم که شما اگر که در 24 ساعت گذشته روزه نگرفته باشید حتما غذا خوردید و حتما یه لباسی تنتونه و حتما یه سقفی هم داشتید که تونستید در واقع ادامه حیاتتون انجام بدید. تمام این عوامل سگانه، غذایی که میخورید از خاک مستقیما میاد، لباسی که میپوشید مستقیما از خاک میاد و خانه‌ای که درش هستید هم از خاک ساخته شده، حالا یا بتون هست یا فولاد هست، به هر حال اینا از خاک و از کره زمین اومده. پس ما تمام جنبه های زندگیمون
به صورت مستقیم با یا بعد از یکی دو مرحله برمیگرده به خاک. پس همه ما در واقع درگیر این داستان هستیم. من خیلی میخوام ساده و خیلی میخوام به صورت عملی صحبت بکنم. ببینید، ما گرمایش زمین رو میتونیم حس بکنیم، ما کمبود آب رو میتونیم حس بکنیم، ما اینکه محصولات کشاورزی یه جوری در واقع مزه قدیم رو ندارن و حتی از نظر علمی هم من شنیدم که اون مواد غذایی رو که قبلا در یک دونه سیب یک دونه پرتقال بوده خیلی به صورت شاید چندین برابر کاهش پیدا کرده و دیگه انسان ها اون کمبودهای غذایی رو دارن حس میکنن. پس این چیزی که ما تک تکمون باید این ارتباطمون رو با خاک پیدا بکنیم از طریق لباس، غذا و خونه هایی که توی زندگی میکنیم. و من خواهشی که از بینندگان دارم اینه که خودشون میتونن برن تو منابع مختلف. سایت Conscious Planet هست که اینجا لوگوشو شما میبینید، consciousplanet.org، سایت savesoul.org هستش. خواهشی که دارم از بینندگان اینا رو سرچ بکنن، برن خودشونو در درجه اول ما باید خودمونو ادوکیت بکنیم، خودمونو آگاه بکنیم که اصلا ببینیم خاک چی هست. در درجه دوم من دوباره خیلی ساده چون میخوام بگم، ببینید در زمان قدیم چون طبیعت یک تعادل خیلی ظریفی داشته و انسان‌ها داخل این تعادل زندگی میکردن، به صورتی که خب از حیوانات استفاده میکردن برای کشاورزی، این حیوانات خودشون خاک رو غنی میکردن با استفاده از اون مدفوعی که برمیگشته به خاک، یا حیواناتی که خودشون تو چرخه حیات برمیگردن. این تعادل برقرار میشده به صورت ناخودآگاه، جنگل ها و گیاهان اینها توی تعادلی بودن. در چند ده سال اخیر چون که ما حیوانات رو جدا کردیم از طبیعت، بسیار از حیوانات رو منقرض کردیم، حیواناتی مثل گاو که در واقع چرندگانی هستن که باعث غنای خاک میشن، باعث به خاطر اون چرخه‌ای که ایجاد میکنن، مدفوعشون در واقع کودی که به خاک میدن، خیلی به زبان ساده من میخوام صحبت کنم، این کود یعنی ارگانیک کانتنت، یعنی محتوایی که باید توی خاک باشه تا خاک بتونه برای ما غذا تولید بکنه که ما بتونیم ادامه حیات بدیم. زمانی که ما این کارو انجام نمیدیم، به خاک کود نمیدیم، خاک و غنی نگه نمیداریم، خاک و شخ میزنیم با دستگاه ها و ماشینالات خیلی بزرگ، خاک در معرض خورشید قرار میگیره، تمام موجودات زنده خاک در اثر آفتاب از بین میرن، همطور که آقای خادم گفتن خاک از بین میره، دیوکسید کربن تولید میکنه و زمانی که خاک کشته بشه از بین بره و حیاتش رو از دست بده، حالا اصطلاحات مختلفی میتونیم به کار ببریم، نجات خاک، فرسایش خاک، ارتباط خاک و زندگی، اینا مهم نیست، مهم این که ما مفهوم رو درک بکنیم که زمانی که خاک نابود بشه حیات و انسان نابود خواهد شد و ما به عنوان اون چیزی که هستیم قسمت کوچیکی از این چرخه‌ای هستیم که کره زمین رو تشکیل داده. ما نمیتونیم به کره زمین غلبه کنیم اگر که ما اینو متوجه نشیم که ما فقط یک قسمت کوچیکی از حیات و یک زنجیره کوچیکی از حیات هستیم کره زمین. اینو متوجه نشیم و با این غروری که صنعتی و زندگی صنعتی به ما داده شروع بکنیم به نابود کردن، ما در واقع داریم خودمون نابود کنیم. این درک و این چیزی که هر انسانی باید به خودش برسه با نگاه کردن عمیق به درون خودش، به اینکه از کجا اومده این بدن، چطوری ایجاد شده، و حالا بحثای معنویش هست که آقای فانی هم خیلی خوب توضیح دادن، بحثای علمیش هست، ولی من بیشتر تاکیدم روی این صحبتی که الان چند دقیقه که میخوام پیش هم باشیم که هر کدوم از ما بریم فکر بکنیم ببینیم که این غذا ما از کجا میاد و این آگاهی وقتی که یه مقداری سطحش بره بالا، بقیه مواردی که سیاستمدارا و دولت‌ها و حکومت‌هایی که خواب هستن و یادشون رفته که ما همه از خاکیم، اینا هم به مرور بیدار میشن و امیدواریم که این فاجعه‌ای که انقراض خاک و انقراض موجودات زنده و انقراض انسان هستش اتفاق نیفته. ما در واقع سعیمون اینه که تمدن بشر که به این مرحله از رشد رسیده که ما میتونیم اینطوری با هم صحبت کنیم،
به خاطر یک قفلت خیلی خیلی قفلت خیلی بزرگ، در واقع ما خودمون رو نابود نکنیم. در واقع یک زنگ هشداری هستش برای کل انسان ها. بازم ممنون از بستری که فراهم کردی. من میشنوم. خواهش میکنم. ممنون از شما آقای خادم. ادامه بحث رو با شما ادامه میدیم. ازتون سوال دارم که در مورد فرسایش خاک بگید چی هست، چه مشکلاتی برای خاک به وجود میاد که یک تمدن از بین بره، و حفاظت از خاک چیه؟ خدمت شما عرض کنم فرسایش خاک شامل دو قسمت هست. یک فرسایشی هست که این که خود خاک مثلا شسته بشه از یه جایی که هست منتقل بشه، و اون زمینی که قبلا مثلا زیر کشت بوده دیگه قابل کشت نباشه، چون قسمت حاصل خیزش منتقل شده حالا به وسیله باد یا به وسیله آب سطحی و اینها. یه قسمت دیگه ما فرسایش داریم، فرسایش بیولوژیکی هست که ما در واقع میایم اتفاقی که میفته اینه که میکروارگانیسم های خاک از بین بره، حالا یا بررسی در اثر آلاینده های مختلف یا در اثر خدمت شما عرض کنم کمبود مواد عالی اینها از این بره. اینا در واقع هر اتفاقی که میفته باعث میشه که حاصل خیزی خاک از بین بره، این میشه فرسایش خاک. البته به صورت کلی است. برای بحث حفاظت خاک، خب بهترین حالت اینه که ما نذاریم فرسایش پیدا بکنه. حالا بحثی که الان چند سال اخیر روش خیلی صحبت شده، یکی بحث این هست که ما بیایم حالا به طرق فیزیکی و مکانیکی از طریق سدها و از طریق سیلبندها و اینها جلو فرسایش خاک رو بگیریم و فرسایش سطحی رو از بین ببریم، فرسایش های مختلف. و از چند سال پیش به این نتیجه رسیدن که با توجه به حجم عظیم CO2 که داره وارد جو زمین میشه، اگر بخوان این CO2 رو تبدیل کنن از این جو خارج کنن، هزینه خیلی هنگفتی باید بکنن که شاید بتونن اینو یه مقداری کم کنن. دیدن تا هزینه هایی که باید بکنن خیلی زیاده که از عهده بشر به این راحتی نمیاد، در صورتی که خود طبیعت این کار رو انجام میداده به وسیله درخت ها. خود درخت، درخت ها، گیاه ها اینا رو، یعنی یه درخت که خودش یه کارخونه هست دیگه، هر یه دونه برگش یه کارخونه هست که داره این کار رو انجام میده. بعد اینو یه طرحی بود اتفاقا توی استان فارس هم ما جز اولین گروهی بودیم که این کار شروع کردیم. بحث افزایش ماده عالی خاک بود که ما از طریق افزودن ماده عالی خاک باعث بشیم که این به جای این که بخواد این ماده عالی به صورت حالا یا سوخته بشه یا به هر صورت وارد اتمسفر بشه، بیاد توی خاک ذخیره بشه. این یکی از چیزهایی بود که حالا ما اون موقع بیشتر بحث حاصل خیزی برای اون مطرح بود. بعد الان فهمیدیم که خودش به عنوان یکی از پروژه‌هایی هست که فاو دنبالش هست و بودجه‌های هنگفتی گذاشتن. الان مراکز تحقیقاتی توی حالا کانادا، توی اروپا، اینا همه روی این بحث خیلی کار میکنن. بحث این هست که بیان CO2 هوا رو به جایی که بخوایم به وسیله صنعتی در واقع کم کنیم، به یه صورتی وارد خاک کنیم که جذب خاک بشه و باعث بشه که از اتمسفر اینها رو خارج کنیم و وارد خاک کنیم تا یه مقداری از
اون تغییرات اقلیمی در واقع کم بشه. و راه های حالا علم بخوایم تخصصیش بخوایم صحبت کنیم، اینجا الان برای بحث تخصصی نیست، چون بیشتر باید عمومی بگیم که برای همه قابل فهم باشه. ولی چیزی که الان یکی از مسائلی هم که خیلی مطرح شده، بحث همین در واقع ذخیره CO2 هوا توی خاک هست، یکی هم استفاده از همون در واقع که باعث میشه هم رطوبت خاک اضافه بشه، که باعث میشه در واقع قسمت زنده خاک فعالتر بشه، و هم اینکه آب ذخیره بیشتری میشه توی خاک، و این در واقع همه اینها با ذخیره ماده عالی در خاک همه نتایج مثبت رو میتونیم بگیریم. در خدمت شما هستیم. ممنون از پاسخگوییتون. آقای فانی، ادامه برنامه رو با شما انجام میدیم. با همون سوال، فرسایش خاک چی هست و حفاظت خاک رو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ بله، خیلی تشکر میکنم از رسول جان و آقای مهندس خادم، توضیحات خیلی خوبی فرمودن. ببینید اتفاقی که افتاد چی بود. ما جنگل ها رو ابتدا اومدیم نابود کردیم، اینها رو تبدیل کردیم به زمین کشاورزی یا تبدیلش کردیم به محیطی برای سکونت. خب شاید این تصور انجام بشه که خب بحث کشاورزی بحثی هستش که مستقیم مرتبط با حیات انسان هستش، اما باید ببینیم که اهم و فلاهم قرار بدیم تو کفه ترازو، ببینیم کدوم یکی این از اینها تونست بیشتر مفید باشه و کدوم یکی از اینها بیشتر ضرر به انسان رسوند. اگر ما درختان رو قطع کردیم، پشپندش میبینیم که خاک ضعیف شد، پشپندش میبینیم که سیلها جاری شد و ربانابها وارد شهرهای ما شد و آسیب رسوند به همون سازه‌ها و با همون حیاتی که ما ساخته بودیم روزی. اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که شما درخت رو نابود میکنید، باعث میشید که این خاک خالی از مواد بیولوژیکی بشه، باعث میشید که این ریشه درخت که در حقیقت خاک رو محکم نگه داشته و باعث میشه که خاک با اون روانابها با جمع نشه و باعث تخریب بیشتری نشه، اون از بین رفت. زمانی که شما جنگل رو از بین بردید، اتفاقی که میفته این هستش که در زمان بارندگی های شدید اون برگ های درخت باعث فرود آمدن مستقیم و محکم قطرات آب به روی خاک نمیشه. خب به حالت ملایم سقوط میکنه و فرود میاد به حالت بسیار آرام. زمانی که این برگ درخت نباشه که جلوی بارندگی های شدید رو بگیره، همان قطره آبی که با سرعت به خاک برخورد میکنه باعث از بین رفتن خاکدانه و یکی از عوامل مهم فرسایش خاک است. اتفاقی که میفته این هستش که زمانی که شما خاکی رو با فاقد محتوای عالی داشته باشید، به جای اینکه آبی که بر روی سطح زمین فرود اومده به صورت آرام در خاک فرو بره، بر روی سطح خاک جاری بشه، باعث سیل میشه، سیل های مخربی که به مزارع کردن. ما خواهش میکنم، جنگل ها رو تخریب کردیم و اتفاقی که افتاد این بود که خودمون به دست خودمون حیات خودمون رو تحت تاثیر قرار دادیم و سازه هایی که ساختیم رو نابود کردیم. زمین های کشاورزی رو که ما از اونها محصول برداشتیم کردیم برای حیات و ادامه حیاتمون، اونها هم با جاری شدن سیل سطح روی حاصل خیز خاک ما از بین رفت و مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد کرد برای ما. اتفاق دیگه که افتاد این بود که ما طی چند سال گذشته چاه‌هایی رو زدیم که به نام چاه‌های غیر مجاز مشهور هستن. این چه اتفاقی افتاد؟ اگر سیاست‌های دولت که سیاست درستی بود در یک زمانی، این بود که برای حفر چاه عمیق
خبر حفر چاه مجوزی بدن حتما فکر کرده بودن دیگه یک زمانی. متاسفانه در یک مقطعی اینها اومد مجوزهای بیرویه داده شد به حفرهای چاه، به حفر چاه عمیق، و خیلی ها هم بدون مجوز اقدام کردن. این بود که ما بخشی از آبها و منابع آبهای زیرزمینیمون رو از دست دادیم و کاهش پیدا کرد. اتفاقی که افتاد چی بود؟ خب این همون بحثی که آقای مهندس فرمودن، رسول جان اشاره کردن، فرونشست ها رو ما این آبها علاوه بر این که بسیار حائز اهمیت است برای ادامه حیات بشر، این هست که یک مقدار اومده بود خلل و فرج خاک رو گرفته بود در لایه های پایینی، خاک رو سفت محکم نگه داشته بود و اجازه نمیداد که خاک جابجا شه. زمانی که این خلل و فرج زیرین خاک خالی از این آبها شد، باعث شد که این خلل و فرج بینشون فاصله بیفته و کم کم روی هم سوار بشه و باعث فرونشست های زمین بشه. و اتفاق بسیار ناگواری هست. دشت هایی رو ما میبینیم که به سالی بین 2 تا 3 سانت تا 5 سانت فرونشست دارن و این هم یک عاملی شد که سازه های ما رو باعث تخریب اون بشه. علاوه بر این که ریزگرد ها رو میرسیم، اتفاقی که افتاد، اتفاقی که چند ساله ما در شهرهای جنوبی کشور مشاهدش هستیم و بسیار بحران ایجاد کرده. خب ریزگرد ها برای چی ایجاد شدن؟ یک بخشش این هستش که حالا به هر حال مدیریت و سیاست های دولت ها هستش، بخش دیگرش به خاطر حالا به هر حال کاهش بارندگی ها بود. زمانی که ما سطح زیرین خاک ما با لایه‌های آب پر باشه، باعث میشه که خلل و فرج آب در حتی لایه‌های بالا خاک‌های روی خاک رو با یک مقداری دارای حداقل رطوبت خودش رو حفظ کنه. بارندگی‌ها باعث می‌شدن که اون رطوبت خاک‌های روی حفظ بشه. یک پیوندی رو بین خاکدانه ها و آب ایجاد میکرد که در زمانی که ما بادهای شدیدی رو شاهد هستیم، این از هم گسسته نباشن و مثل یک کلافی خاکدانه ها رو گرفته باشن و باعث نشه که این خاک بلند بشه و باعث گرد و خاک بشه. کاهش سطح بارندگی ها و کاهش رطوبت خاک در چند سال گذشته باعث شد که زمانی که بادهای ما شاهد هستیم که بادهای شدیدتری هست، این خاک با باد بلند شه و باعث ریزگردهایی در شهرهای ما بشه که اون هم حیات ما رو مستقیم تحت تاثیر و سلامت انسان رو تحت تاثیر قرار داد. مباحث مربوط به فرسایش خاک بسیار گسترده هست. بحث تخریبی بشر که تازه متوجه شده که ما فقط بحث حفظ منابع آبی برای ما حائز اهمیت نیست، بلکه بحث نگهداری، مراقبت و بازیابی خاکهایی که فرسوده شده هم برای ما حائز اهمیت است. شما روزی رو تصور بفرمایید که ما خاک حاصل خیز نداشته باشیم. عنایت بفرمایید همینطوری که دوستان فرمودن بین 10 تا 30 سانت تا 40 سانت اول خاک، یک لایه بسیار نازکی، این بخش فقط حاصل خیز است. چرا؟ چون محل فعالیت میکروارگانیسم هایی هستش که باعث حاصل خیزی در خاک و رشد و نمو گیاهی میشه. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم. ممنون، لطف کردید. قسمت آخر برنامه نتیجه گیری تمام این صحبت هایی هست که شما فرمودید. یه چیزی که اینجا برای من جالب بود این بود که گفتید، هم شما هم آقای خادم و هم آقای شهرات گفتن، این که داره یک فرونشستی مخصوصا داخل دشت‌های ایران ما مشاهده هستیم که این باعث این میشه که جذب خاک رو بیاره، جذب ببخشید آب رو بیاره پایین. خب حالا باید چی کار کرد؟ و نتیجه گیری آخر رو میخواییم اینجا در موردش صحبت کنیم. خب آقای شهرات شما اول بفرمایید. بله، ببینید صحبتی که شد خیلی خوب بود از جنبه های مختلف، و نتیجه گیری که من میخوام بکنم اینه که تقریبا تمام مشکلات زیست محیطی و مشکلات روحی و جسمی انسان ها یک پاش در خاکه. یک جایی بالاخره میرسه به خاک و نحوه برخورد ما با طبیعت، محیط زیست و
یکی از مهمترین علمان های محیط زیست که خاک در واقع حاصل خیز هستش. من اینجا توی این جلسه فقط ما داریم اهمیت موضوع رو میگیم. ما به سادگی میتونیم با آگاهی رسانی، با شیر کردن، با تحقیق خودمون، اولین چیزی که هست اهمیت این موضوع رو بفهمیم. من اعتبار این داستان رو که خودم متوجه این موضوع شدم، اینجا حتما باید تشکر بکنم از آقای سادگورو که این آگاهی رو به من و حدوداً 3.5 میلیارد انسان دادن با از خودگذشتگی که داشتن. سازمان های جهانی همه هستن، همه پشت این داستان هستن، ولی آگاهی تک تک ما مهم هستش. همونطوری که ما اگر که متوجه نشیم، به هر حال یک روزی ما به خاک باز خواهیم گشت، حالا ایشالله بعد از 150 سال، ولی اون من کوت میکنم، من نقل قول میکنم از آقای سادگورو، میگه که امیدوارم که زودتر متوجه بشیم که ما برمیگردیم به خاک و انقدر دیر نشده باشه که زمانی که واقعا جسم ما تبدیل به خاک میشه متوجه این موضوع بشیم. و ما در ادبیاتمون هم این داستان و این مسئله رو داریم، ما از خاک هستیم و به خاک برمیگردیم. حالا اگه این وسط بالاخره یک باد سبایی بوزه و امیدواریم که ما بتونیم به افلاک هم برسیم این وسط، ولی اون چیزی که ما رو به هم وصل میکنه و اشتراکی که تمام انسان ها دارن اینه که از خاک هستن و به خاک باز میگردیم. من بیشتر وارد تو این جلسه دوست ندارم وارد بحث‌های فنی بشم، چون فقط آگاهی رسانی هستش. کافیه هر کدوم از ما غذایی که میخوریم نگاه بکنیم، ببینیم از کجا اومده این غذا، چه جوری تولید شده، توسط کی تولید شده، یه مقدار به کشاورزی اهمیت بدیم، یه مقدار به سیاست مدارانی که سیاست های کشاورزی رو در واقع ترویج میکنن و به این اصلا به این موضوع اهمیت میدن، ما سعی بکنیم به اونا در واقع رأی بدیم یا به اونها رو تشویق بکنیم. همین مطالبی که هست، این سایت هایی که هست، همین گفتگوها رو سعی بکنیم پخش بکنیم، سعی بکنیم به دیگران بگیم، بحث گفتگو بشه. اگر ما فرزندی داریم حتما فرزند ما بعد از ما زندگی خواهد کرد و نمیخوایم فرزندمون وارد قحطی و جنگ و این مسائل بشه و جنگ آب، جنگ غذا و مهاجرت های گسترده که همش امیدواریم اتفاق نیفته، ما نمیخوایم بترسونیم. موضوعی که هست اینجا ما با هیچ کسی جنگ نداریم، نمیخوایم کسی رو متهم کنیم. تمام این داستان به خاطر غفلت بزرگ تمام ماها بوده. کسی رو نمیتونیم جدا کنیم بگیم تو مقصری، کود شیمیایی مقصره، سیاست مدار مقصره، کارخونه تولید نفت مقصره، هیچ کدوم از اینا مقصر نیستن، تمام ماها مقصریم. تمام غفلت بزرگ ما انسان ها هستش که باعث این مسئله داره میشه و داریم خودمون رو نابود میکنیم. همین، من تنها صحبت آخرم اینه که توجه بکنیم و خودمون شناخت پیدا بکنیم به این موضوع و سعی بکنیم این گفتمان رو در واقع هرچه بیشتر ترویجش بدیم، فراتر از سیاست، فراتر از جنگ های مختلف. خاک چیزیه که ما رو به هم وصل میکنه. خیلی ممنون که گوش دادید. ممنون، خیلی لطف کردید آقای خادم. نظر شما در مورد حالا نتیجه گیری چیه با توجه به این که میدونیم که حالا انقدر علم پیشرفت کرده که تونستن آب شیرین کنای عظیمی رو درست کنن و میتونیم آب شیرین رو از دریا به دست بیاریم و باز میتونیم تولید مواد عالی کنیم در کارخونه ها، همه اینا میتونیم ازش استفاده کنیم؟ آیا میتونیم با توجه به این چیزا و با توجه به حالا علومی که وجود داره میشه خاک رو نجات داد؟ میکروفونتون رو لطفا باز کنید. از نظر شدن که حتما میشه، چون که راه های علمی زیاد هست که میتونیم استفاده کنیم. یه نکته ای هم که من میخواستم بگم، اون بحث آب که هست، آب و خاک کاملا به هم وابسته هستن.
بعد حالا یک مشکلی هم که تو بحث خیلی از خاکا از جمله خاکای ایران پیش اومد، یکی بحث خشکسالی بود، یکی هم بحثی است که خواستیم بیشتر از ظرفیت آب سفره یا زیرزمینی ما آب استفاده بکنیم و محصولی بیشتر از ظرفیت مناطقمون تولید بکنیم، باعث شد که ما آب بیشتری مصرف کنیم و باعث خشکی بیشتر بشه. حالا در این حین اومدیم ما از تکنولوژی استفاده کنیم، اومدیم یکی از مسائلی که استفاده شد بحث آبیاری های تحت فشار بود که متاسفانه ضرر خیلی بزرگی به خاکای ما زد که جبرانش خیلی سخت است. اونم اینی که یکی از دلایلی که آبیاری تحت فشار رو این همه دنبالش بودن مردم و دولت بحث این بود که میگفتیم صرفه‌جویی میشه. صرفه‌جویی در آب توی آبیاری تحت فشار در واقع یه اشتباه بزرگ بود. اونم این بود که مثلا اون آبی که میخواستیم برای 1 هکتار زمین مصرف کنیم میومدیم باش 10 هکتار زمین رو کشت میکردیم. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ این در واقع کل آبی که بود و ما در معرض تبخیر و تعرق قرار میدادیم از یک طرف. بعد از یک طرف هم چون مقدار آبی که از طریق آبیاری تحت فشار به زمین ها داده میشه مقدار آب کمی هست و باعث میشه که تجمع نمک پیدا بشه توی خاک ها. و متاسفانه ما چون آزمایشگاه داشتیم از سال مثلا حدود 74 که ما تجزیه خاک ها رو هی سال به سال بررسی میکردیم تا الان هر سال همینجور داره مقدار شوری خاکها و آبها اضافه میشه. یعنی مثلا شما توی فصل بهار میای شوری خاکتون رو اندازه میگیری تا فصل مثلا پاییز میای میگیری با هم متفاوته، خیلی اضافه شده. دلیل اصلیش هم اینه که ما زیاد مصرف کردیم و باعث شد که شوری در واقع به خاکامون در خاکامون تجمع پیدا بکنه. و یکی از فرسایش هایی که انواع فرسایش هم همین بحث شوری و سدیمی شدن خاک ها هست که باعث میشه که به مرور از دسترس خارج بشه و از حاصل خیزیش از بین بره و قابل کش نباشه. و این هم مسئله خیلی مهمی است که باید روش فکر کنیم. حالا یه چیزی هم که برای من خودم جالب بود، ما تا مثلا چند سال پیش اصلا رابطه خاک و در واقع تغییرات اقلیمی رو خیلی خبر نداشتیم. مثلا یعنی من خودم نشنیده بودم تا سال 2010 یه سمینار چیز بود، کنگره خاکشناسی جهانی خاکشناسی بود توی استرالیا. بعد ما رفته بودیم اونجا مقاله ارائه بدیم، من دیدم یک بزرگترین سالن اون همایش گذاشتن مقالات تغییرات اقلیمی. بعد خب برای من خیلی عجیب بود، گفتم مثلا تغییرات اقلیمی چه ربطی به خاک داره؟ مثلا اون موقع من خیلی دقت نکرده بودم خودم. بعد که من رفتم این مقالات رو گوش کردم تازه فهمیدم که ما هنوز حتی خبرم نداریم که چقدر تأثیر داره. بعد اون موقع من مثلا به دوستامون تو ایران میگفتم، تازه اونا افتادن به فکر این که بیان رو بحث این تحقیق بکنن. این که از همه چی مهمتر بحث اطلاع رسانی هست. یه نمونه خیلی ساده ای هم که ما خودمون انجام دادیم و نتیجه گرفتیم بگم خدمتتون. ما در زمینه نیترات مواد غذایی مثلا نیترات سبزیجات و فلان این چیزا، ما اومدیم یه سری نمونه گرفتیم به صورت رندوم توی
انواع سبزیجات تو شیراز و یه مقاله بعد از که اندازه گرفتیم مقالات ارائه دادیم، بعد از که مقاله ما ارائه دادیم بعد خود جهاد متوجه شدن که چقدر مشکل داره، بعد از ما سوال کردن، ما براشون توضیح دادیم، بعد از اون اصلا خود جهاد اومد که بودجه گذاشتن برای این بحث کاهش نیترات توی مواد غذایی و باعث شد که الان مقدار نیترات خیلی کم شده، چون خود کشاورزا دقیقا میدونن که مثلا زیادی این فود چقدر ضرر داره هم برای خودشون هم برای مصرف کنند. این مسائل خاک شناسی هم اگر ما اطلاع رسانی درست بشه هم کشاورزا و هم مردم عادی در جریان این کار قرار بگیرن، مطمئنا کمک میکنن که حفاظت خاک انجام بشه و از فرسایش خاک جلوگیری بشه. ممنون، خیلی لطف کردید. آقای فانی، شما نتیجه گیریتون در مورد این موضوعات چی هست و چه پیشنهادی دارید؟ بله، خیلی تشکر میکنم از رسول جان و آقای مهندس خادم، موارد خیلی مفید و پر اهمیتی رو فرمودن. همونطوری که آقای مهندس خادم فرمودن، خب طی چند سال گذشته، شاید همونجوری که اشاره خیلی دقیقی داشتن، 10 سال قبل واقعا کسی خیلیشون تحقیقات انجام نشده بود و شاید صدای محققانی که به نتایجی رسیده بودن اونقدر رسانه نبود و بلند نبود که واقعا خاک چه اهمیتی داره به بحث محیط زیست، چه اهمیتی داره به بحث تغییرات اقلیمی، اصلا چه اهمیتی داره به بحث ادامه حیات بشر. تا اینکه به حال به حال مقالاتی دادن همونطور که فرمودن رو بحث اثرات نیترات رو، باقی مانده اثرات سموم کشاورزی در حقیقت بر روی گیاهان اومدن بررسی کردن، بعد رفتن داخل خاک دیدن چه اتفاقی افتاده، این چطوری منتقل میشه از ریشه به داخل گیاه، چه ماندگاریش افزایش پیدا میکنه، بعد اون بحث شوری خاک مطرح شد، اینها همه اومدن تحقیق کردن، دانشجویان محققین اساتید دانشگاه مقاله اومد توی همایش ها تا به این نتیجه رسیدن که نه، یک بحث حائز اهمیتیه. عنایت بفرمایید که در رشته های کشاورزی هم رشته خاک شناسی یکی از کم طرفدارترین رشته ها هستش متاسفانه، و این نشون میده که طی چند سال گذشته خیلی مورد توجه این بحث نبوده، بحث مباحث مربوط به علوم خاک که خود علوم خاک خیلی مباحث گسترده ای داره. ببینید، ما یک سری اثرات مخرب بشری داریم که داره روز به روز تأثیرات خودش رو بر اقلیم و بر خاک متقابلا نشون میده و اثر میگذاره. من فکر میکنم یکی از بهترین روش هایی که انسان میتونه به کار ببره و کم هزینه ترین روش این هستش که هیچ کاری نکنیم. طبیعت این قدرت رو داره که خودش رو بازیابی کنه. یعنی شما یک جنگل رو، حالا ما تصورمون هست زمانی که یک جنگل آتش میگیره، این خب جنگل از بین رفته، خیلی مشکلاتی ایجاد کرده و خیلی بد هست، اما اساتید رشته اکولوژی و محققان رشته کشاورزی به این نتیجه رسیدن که حتی اون آتش گرفتن جنگل هم یک کار، یک عمل مفید هست برای اکوسیستم. اگر بخوایم خیلی در سطح بالا نگاه کنیم، باعث میشه که گونه های جدیدی رشد کنن، اون درختانی که سر به فلک کشیدن و اجازه ندادن که گونه های جدیدی در اون زیر رشد کنن، اونها از بین میرن و باعث تنوع زیستی میشه. ما باید اجازه بدیم به طبیعت که خودش رو بازیابی کنه و برخلاف تصور بشر که فکر میکنه اثرات مخربش اینقدر زیاد بوده که این قابلیت برای طبیعت وجود نداره که خودش بتونه خودش رو احیا کنه، من فکر میکنم و این اطمینان وجود داره و این تحقیقات انجام شده و توسط جامعه های آماری این نتایج حاصل شده که خیلی زودتر از اون چیزی که بشر پیش بینی میتونه بکنه و تصور نمیکنه که طبیعت بتونه خودش رو احیا کنه و بازیابی کنه، این اتفاق خواهد افتاد. مثال خدمت شما میزنم از زمانی که ما درگیر پاندمی کرونا بودیم در دنیا. این شاید تا چند سال پیش این تصوری که
اثرات تخریبی بشر بر لایه اوزون و اون چیزی که به نام سوراخ شدن لایه اوزون مطرح هستش خیلی مطرح بود و خیلی ها فکر میکردیم که این شاید سوراخ شدن لایه اوزون و اثرات تخریبی که فعالیت های بشر بر اون لایه داشته، که میدونیم که اثرات تخریبی خیلی زیادی داره بر حیات بشر، شاید بیش از 10 سال یا 15 سال طول بکشه این به حالت عادی برگرده. اما اتفاقی که افتاد طی 2-3 سال گذشته و با همه‌گیری بیماری کرونا، تعداد پروازهایی که در جهان بود کاهش پیدا کرد، تعداد رفت آمدها و مسافرتها کاهش پیدا کرد، تعداد وسایل نقلیه که ما در داخل خیابانها داشتیم کم شد، فعالیت خیلی از کارخانه ها که گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کردن کاهش پیدا کرد. گزارش نظر شما رو جلب میکنم به گزارشی که یکی از مراجع علمی، الان خاطرم نیست، در 2 سال گذشته اگر سرچ بفرمایید گوگل انجام بدید، که بحث اصلاح لایه اوزون رو و حتی کاملا اصلاح این چیزی که حالا بنده یادم مونده این هستش که کاملا این لایه اوزون برگشته به حالت طبیعیش، کسی تصور نمیکرد. ما فکر میکنم که دست نگه داریم همینجا، لازم نیستش که با خرج مخارج با هزینه های بسیار بالا بیاییم بخشی از بیولوژی خاک رو تقویت کنیم، احتیاج نیستش که بیاییم مایکرو ارگانیسم ها رو تولید کنیم و اینها رو در داخل خاک ها وارد کنیم. شاید احتیاجی نباشه واقعا، شاید احتیاج نباشه به هزینه های بسیار هنگفتی که ما صرف احیای دوباره جنگل ها انجام میدیم. یک بحث خیلی جالبی که حالا من یک مدتی باش آشنا شدم، بحث کردیت کربن هستش، بحث اعتبار کربن هست، خیلی بحث جالبی هستش. سیاست هایی که در اروپا و در کشورهای مدرن داره اتفاق میفته این هست که شکل اون هست که این بحث هستش که کاهش گازهای گلخانه‌ای، مثلا میان به یک کارخونه ای که تولید گازهای گلخانه ای داره و تولید کربن خیلی بالایی داره در نتیجه فعالیت اون کارخونه، میان میگن شما مجوز داری که در سال N کیلوگرم کربن تولید کنی. این کارخونه میره به سمتی که اون میزان تولید گازهای گلخانه خودشو و کربن رو کاهش بده. حالا ایشون مثلا میگه شما مثلا در ظرف یک هفته 100 کیلوگرم اگر تولید کنی مجازی، اگر بیشتر از 100 کیلوگرم، اون سیاست هایی که دولت مرده بودش، اگر بیشتر از 100 کیلوگرم تولید کنی ما شما رو جریمه میکنیم، اگر کمتر از اون تولید کردین اعتبارت میمونه. و جالب اینجاست که الان یک بحث بزنسی رو افتاده روی کربن کردیت که میان کارخونه‌ای که این کار انجام میده، شرکت هایی که این کار انجام میدن و سطح که تولید کربن و گازهای گلخانه‌شون کمتر از این، کردیت کربن رو میفروشن به کارخانه هایی که حالا ناچارن و هنوز به اون سطح ارتقا و تکنولوژی نرسیدن که این کربن رو کاهش بدن و اونها میخرن و یک بالانسی رو داره ایجاد میکنه در تولید گازهای گلخانه و این هر سال کمتر میشه. اگر هفته 100 کیلو ممکن در سال 2025 مثلا بشه 75 کیلوگرم مثلا، عرض میکنم خدمتشون. اما کافی است که این فرصت رو به طبیعت بدیم که خودش رو بازیابی کنه، کافی هستش که با ایجاد سیاست هایی مثل همین کربن کردیت باعث بشیم که میزان تولید کربن در جهان کاهش پیدا کنه، در همین سطح نگه داریم. اگر ما چاهای غیر مجاز داریم مجوز جدیدی ندیم، اگر که جنگل هستش، اگر زمین های کشاورزی هست، در همین سطح زمین های کشاورزی رو نگه داریم، بحث تخریب جنگل ها رو انجام ندیم. جنبشی هست در هند به نام جنبش آهیمسا یا بیعملی که این رو گاندی هم خیلی تاکید داشت روش و دیدیم که با انگلیس مبارزه کرد و روی همین بیعملی و جنبش بدون خشونت تاکید داشت و بالاخره به پیروزی و به نتیجه هم رسید. این بیعملی منظوری نیست که دست رو دست بگذاریم، یعنی اینه که ما عملمون رو جوری برنامه ریزی کنیم که اثرات تخریبی نداشته باشه. اگر میخوایم خودمون رو یک ضرب المثل ما داریم میگیم که خب زورمون به خودمون که میرسه، اینجا دقیقا به همین صورت است.
زورمون به خودمون اول از همه برسه و اجازه بدیم طبیعت خودش رو دوباره بازیابی کنه و برسه به اون سطحی که حالا 50 سال پیش، 60 سال پیش و 100 سال پیش بوده. و این من فکر میکنم میشه اتفاق بیفته. یک مبحث خیلی مهمی هم که به حال به نظر من باید پیگیری بشه و این NGO ها و حتی NGO های دولتی باید اون مباحث ورود کنن و سازمان محیط زیست ما، کشور ما و سایر کشور، این هستش که خاک رو در کنار سایر مباحث محیط زیستی، در کنار حفظ آب، منابع آبی، حفظ منابع محیط زیستی، حفظ گونه های جانوری، حفظ تنوع زیستی، در کنار هم قرار بدن و اون رو هم مورد اهمیت قرار بدن و اجازه بدن محققین تو این قسمت هم به حال بتونن همایش های برگزار کنن یا جنبش هایی مثل سادگورو رو بتونن حمایت کنن. من فکر میکنم این مهم اتفاق میفته زمانی که ما این فرصت رو به خاک بدیم و به طبیعت بدیم که خودش رو بازیابی کنه. این میلیاردها میلیارد میکروارگانیسم و میلیونها تنوع زیستی که ما در طبیعت داریم خودش قدرت این رو داره که بازیابی کنه و به بالانس قبلی خودش برگرده و این امیدوارم که اتفاق بیفته. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم. ممنون، خیلی لطف کردید و متشکر از تمامی دوستان عزیز که امروز وقتشون رو گذاشتن برای این میزه گرد. شما و همه همراهان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. یا خداوند یار و نگهدار همه شما. خدا نگهدار. خیلی ممنون از شما. خدافظ.